داستان نذر حلوا در خیابان گلوبندک تهران، آن هم در صبح تاسوعا، از نگاه هر کدام از نذری دهندگانش متفاوت است. فقط نقطه آغاز یکی است. دو در قهوه‌ای رنگ کوچک در انتهای کوچه چترچی نبش حسینی کربلایی‌های تهران جایی است که از دیرباز برخی نیازمندان از آن حاجت خواستند. می‌گویند سال هاست که رسم حلواپزان این نقطه از تهران را در صبح تاسوعا یکی از معروف‌ترین نقاط پایتخت کرده. هر کس نظری دارد از خروس خان با یک گاز پیکنیکی، ماهی تابه و آرد و زعفرانش راهی این خیابان می‌شود و همه را در نظر خود سهیم می کند. عدد 7 در این رسم عدد مقدسی است. نذر کنندگان سال قبل به این مکان آمدند، از 7 حلوا خوردند و سر 7 ماهی تابه آرد حلوا را هم زدند و حالا که حاجت گرفتند حلوا می پزند. نقدهای سینه به سینه از این رسم از گذشته تا امروز باعث شده که روایت‌ها متفاوت باشد. حالا هر کس شنیده‌هایش را بازگو می‌کند. اینجا دو نفر مریض بودن، دو تا دختر بودن. یه روزی خواب می‌بینن که همچین کاری را انجام بدن، حل می‌کنن. بعد یکیشون شفا می‌گیره. دو تا در اون مرتبه که اینا حاجت روا میشن، از اون مرد راشه میافته. هر کسی که میاد حلوا درست میکنه و نیت میکنه حاجتش برآورده میشه. ما هم که همچین کاری رو کردیم، حاجتمون برآورده شد. الان حدود 3-4 سال داریم انجام. هر موقع که میخوایم نیت کنیم باید حتما هفته باشه که حاجت زیدن باشه. از هر کسی که هستش یه تیکه نزدی برد. می بودی که اومدم خرابش بکنم، بعد هرچی اجاق و اینا رو گذاشتم بیرون که خراب کنم و راست را بعد رفتن دوباره دیدن که اجاق و اینا توی که اومده به خواب گفت اینجا خراب نکنیم، چون همه حلوا رو اون تو میپختم. بعدا دیگه بستن در اون که همه بیرون کنم. اونجا یه پیرزنی بود، یه پیرزنی بوده 60-70 سال پیش. بعد اونجا دوست داشته حلوا، خیلی دوست داشته بود اینا، کسی نبودی که بپزه براش پیرزن. بعد وقتی که اصلا خوابیده، از خواب که پاشده دیده رو اونجا خونه ها قدیمه، یه حلوای خوشمزه اونجاست، نذر حضرت عباس. نذر حضرت عباس به اون روز، امروز مثل تاسوعا بوده، نذر حضرت عباس اومدن بهش دادن، اومدن گشتن اونجا. این به خاطر اون همه آدم ها نظم میکنن و میپسن. و واقعا نظم من که الان حدود 15 سال میشه امسال شد میاد. یک
یکی از رایج‌ترین روایت‌ها از حلواپزان حسینیه کربلایی ها به یک اتفاق برمی‌گردد. سیدی سالمند در خانه جنب حسینیه کربلایی ها زندگی می‌کرد. منبر داشت و روزخوانی می‌کرد و حلوا می‌پخت. اما با فوت او اهالی خانه لوازم قدیمی را بیرون گذاشتند، ولی وقتی برگشتند منبر به جای اصلی خود برگردانده شده بود. میگویند این اتفاق چند بار تکرار شده تا در نهایت آن لوازم را وقف کردند و داخل خانه حلواپزان را ادامه دادند. تا حدود 30 سال قبل که یکی از گازها ترکید و نظری پزان به خیابان کشید و عمومی تر شد.